سازمان مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی بدون خشونت بیانی ای صادر کرد. این سازمان از جامعه بین خواست تا سریعا نسبت به بررسی شرایط جهان از لحاظ انسانی و قانونی که به سمت پردگاه هلاکت حرکت می کند موضع نماید و ارزیابی های مجدد راجع به نحوه نگرش جهان بر مسائل و راه حل های واقع بینانه برای آنها در نظر بگیرد. همکارم هی در مجید گزارش می دهد امروز نظام بدون ملل با نمایندگی سازمان ملل و همراهی دهها سازمان حقوق بشری در سراسر جهان در برنامه مشترک فعالیت های مربوط به روز جهانی بدون خشونت را در صورتی برگزار می کند که جهان شاهد انتشار بیرووی خشونت و در گیری های مسلحانه ای است که تهدید بزرگی، برای صلح جهانی به شما می متأسفانه متاسفانه بسیاری از کشورها ام از بزرگ و کوچک درگیر جبهگیری های نظامی و جنگ با یکدیگر شدند که باعث شده است تا هزاران نفر قربانی این جنگ ها شده و خسارت های مادی و معنوی بسیاری به افراد بشر تحمیل گردند این در حالی است که برخی از نشانها خبر از افزایش نورد های مسلحانه می دهد که اگر شکل بگیرد تبدیل به یک جنگ جهانی تمام ایار خواهد شد. و جنبنده ای را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت. در این حال سازمان جهانی مسلمان آزاده شاهد آن است که متاسفانه بسیاری از کشورهای بزرگ که نقش به سزایی در آرام کردن منازعات و ستیزها میتوانند توانند داشته باشند خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شعل برتر شدن یا دامن زدن به آتش این نزاعها سهیمند. از این رو این سازمان قویا از جامعه بین الملل می خواهد تا سریعا نسبت به بررسی شرایط جهان از لحاظ انسانی و قانونی که به سمت پردگاه حلاکت حرکت می کنند, گیری کنند و همچنین تأکید کرد که می بایست های مجدد راجع به نحوه نگرش جهان بر مسائل داشت و راه حل های واقع بینانه برای آنها در نظر گرفت تا به این وسیله درگیری های مداوم بین کشورها پایان یافته و بتوان با مشکلات مرگباری که همکنون جهان با آن روبروست مقابله کرد. این سازمان همچنین خاطر نشان کرد که گفتگو و تفاهم از جمله ابزارهای انسانی هستند که می توانند شبه نابودی را از زمین و ساکنان آن دور نمایند و خداوند به نیت همگان آگاه است. سازمان مسلمان آزاده واشنگتن.